و ما خبری از افغانستان. در ادامه محدودیت‌های طالبان بر آموزش و تحصیل دختران، اکنون منابع از شماری از استان‌ها تایید می‌کنند که بر اساس دستور جدید طالبان، دختران بالاتر از 10 سال از حق آموزش محروم شدند. همچنان شماری از آموزگاران زن در کابل تایید می‌کنند که گروه طالبان به کودکان دختر قد بلند گفتند که در خانه بمانند. این منابع میگویند که بر اساس این اقدام طالبان، دختران بالاتر از کلاس سوم از حق آموزش محروم میشوند. در تازه ترین مورد، معاون استاندار طالبان در غزنی به ریاست معارف این استان دستور داده است که صنف‌های آموزش سریع دختران را در مرکز و شهرستان‌ها مسدود کند. از بسته شدن دروازه‌های مکتب‌های دخترانه در افغانستان حدود 2 سال می‌گذرد. با این حال، منابع آگاه و رسانه‌های محلی تأیید کرده‌اند که طالبان تصمیم گرفتند مکتب‌ها را برای همیشه در رژیمشان به روی دختران مسدود کنند. به گفته برخی منابع، احتمال می‌رود که بدون اعلام تصمیم نهایی، مکتب‌ها و دانشگاه‌ها همچنان به روی دختران مسدود بماند. پیش از این، سازمان ملل و ده‌ها نهاد حقوق بشری بارها از ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته بودند که در تصمیمشان تجدید نظر کنند. اما گروه طالبان نه تنها به خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی توجهی نکرده، بلکه محدودیت‌های بیشتری نیز وضع کرده است. عبدالرزاق اسماعیلی، کارشناس روابط بین الملل از روم با ما هستند. آقای اسماعیلی سلام، وقت شما بخیر. آقای اسماعیلی، چه دلایلی وجود دارد که با گذشت هر روز طالبان ممنوعیت‌های تازه علیه زنان و دختران در افغانستان وضع می‌کند؟ بفرمایید. تلویزیون شما سلام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض شود که طالبان خودشان یک پروژه‌ای هستند که توسط بعضی از کشورهای همسایه و کشورهای دور 20 چند سال قبل به وجود آمد و یک مدتی کوتاه اینا حکومت را در دست داشتند و بعد با مقاومت مردم افغانستان و کمک جامعه جهانی اینا در سال 2001 ساقط شدند و بعد دوباره با یک تفاهم و یک توافق بسیار ننگین و سیاهی که نام با آمریکا داشتن در دوحه به نام توافقنامه دوحه قطر، اینا دوباره به قدرت رسیدن. اینا خودشون یک پروژه هستن و اینا کسانی نیستن که خودشان تصمیم بگیرن، خودشان اجرا بکنن، بلکه کسان دیگه هستن که به اینا دستور میدن که چگونه با مردم افغانستان برخورد بکنن و چگونه اینا سیاست بکنن و چگونه اینا مردم افغانستان اداره بکنن. این یک سیاستی هست که خودشان نمیخواهند. کسایی که واقعا اگر اهل افغانستان باشند، دلشان به مردم افغانستان، دلشان به نسل افغانستان و دلشان به آینده افغانستان بسوزند، اینا هرگز دروازه مکاتب و مدارس رو بر روی فرزندان افغانستان نمیبندند، بلکه اینها کسانی هستند که توسط همان هایی که اینا رو به قدرت رساندن اینا رفتار میکنند و این عملشان یک عملی است که نه انسانی هست، نه اسلامی هست و نه افغانی. بله، ادامه وضع محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران در افغانستان چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟ خب، پیامدشان بسیار مشخص است. بردن افغانستان به عصر جهالت، بردن افغانستان به بدویت، بردن افغانستان به یک قهقرا، بردن افغانستان به 100 سال قبل. مردم افغانستان در طول 20 سال گذشته توسط جمهوری اسلامی افغانستان و توسط خود مردم کوشش کردند، تلاش کردند که فرزندانشان را به مکاتب، به مدارس، به دانشگاه‌های داخل و خارج افغانستان بفرستند تا اینها بتوانند افغانستان را از عصر بدویت و عصر جهالت برسانند به یک کشور توسعه یافته و مانند کشورهای دیگه اینا صاحب یک صنعتی باشند، صاحب علمی باشند، صاحب دانشی باشند، صاحب یک حکومت، یک آینده روشنی باشند. اما متاسفانه با روی کار آمدن دوباره طالبان تمام این سرمایه ها از بین رفت و مردم افغانستان بسیار بسیار مایوس هستند، بسیار ناامید هستند
نسل افغانستان ما، نسل نوین افغانستان ما در یک حالت یأس و ناامیدی به سر میبرند، مخصوصا نصف جامعه افغانستان که دختران و زنان هستند، اینها در خانه و در پستوها باقی ماندند و اینها هر روز ما آمارهایی که به دست ما میرسند، گزارش هایی که به دست ما میرسند، دست به خودکشی میزنند چون دیگه امید و آینده ندارند و نصف افغانستان فعلا فلج است. و شما که ببینید وقتی یک جسم یک بدنی نصفش فلج باشند به چه سرنوشت دچار میشن؟ یک ما یک در افغانستان یک کشور مریض و یک کشور عقب افتاده و یک کشوری که همیشه دستشان پیش مردم های بیگانه و کشورهای دیگه باید دراز باشند. این نتیجه ای است که اینا این عمل اینا در پی داره و اینا هم دنبال همین مسئله هستند. بله، با تشکر از عبدالرزاق اسماعیلی که از شهر روم با ما همراه بودند.